حکومت افغانستان نیز نسبت به سیاست های دونالد ترامپ در قبال طالبان ناراض است. عمر داودزی نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور این کشور در امور پاکستان بعد دویچه وله میگوید با پیروزی جو بایدن انتظار کابل از واشنگتن این است تا درباره مواد توافقنامه 29 فوریه با طالبان تجدید نظر کند. بازنگری لازم است. بازنگری لازم است. او توافقنامه هم تو که اشاره کردم نقایص خود داشت. یکی از نقایص مهمیشی بود که با دولت افغانستان با او پیمانی که باید مشوره میشد، باید دولت دخیل می بود، با او پیمانه دخیل نبود. این سیاستمدار حکومت افغانستان طالبان را نیز تشویق می کند تا از فرصت های باقی مانده استفاده اعظمی کنند، زیرا به باور او در کمتر از 2 ماه باقی مانده حکومت ترامپ این گروه باید برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان سعی کنند. من انتظار صلح دارم. صلح آرزوی همه ماست. به هر شکلی که ما و شما افغانا میگیم بید سیب باشه از بید باشه. آقای داودزی که پیشینه کار به عنوان سفیر افغانستان در اسلام آباد را نیز دارد به این باور است که جو بایدن باید با پاکستان نیز کار کند تا گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان به نتیجه برسد. پس از تلاش های حدود یک ساله زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان در 29 فوریه سال روان میلادی طالبان و امریکا در شهر دوحه قطر به توافقنامه صلح دست